بچه سلام، من برگشتم با یک ویدیو دیگه. چطورین؟ امیدوارم این ویدیوی که دارم براتون میگیرم همونقدر که برای من هیجان انگیزه برای شما هیجان انگیز باشه. اگر یادتون باشه و اگر من رو تو اینستاگرام دنبال میکنین، دیدین که حدود 2 ماه پیش بود من اومدم گفتم که آقا اینجوری دیگه نمیشه، من میخوام از ایران یه عالمه لباس بخرم از دیزاینرهای ایرانی که توی ایرانن و مثلا لباساشون رو توی ایران درست میکنن. دلیلش هم این بود که یه مدت زیادی بود هر کسی از بچه بیوتیا که من میدیدم تو مهمونی تو خیابون این ور اون ور و مثلا به نظرم لباساش خوشگل میومد ازش میپرسیدم لباساتو از کجا خریدی، میگفت از ایران. و من گفتم اینجوری که نمیشه، قشنگ حسودیم شد و زد و ما مسافر از ایران داشتیم دیگه. من بهشون زحمت دادم، گفتم من لباسا رو میخرم، شما زحمت آوردنشو بکشین، که همینجوری هم شد. حالا این پیجایی که مثلا من پیدا کردم و اینا، یه روز نشستم همشونو که حالا یه سریشونو بعدن پیدا کردم، ولی اونایی که تا اون موقع مثلا دیده بودم و هر کدوم یکی دو تا پست ازشون استوری کردم، بعد شروع کردم بهشون سفارش دادن و خیلی به من لطف داشتن همشون. و این پروسه پول دادن من به تک تکشون یه پروسه خیلی سخت و واقعا طاقت فرسایی بود، به خاطر اینکه نمیخواستن حساب کنن، ولی من به هر زوری که بود باهاشون حساب کردم. یک یا دو تاشون رو حریف نشدم واقعا، یعنی دیگه هر کاری که بعد دیگه وقتم نبود، دیگه نمیشد و دیگه با من واقعا حساب نکردن. خیلی ممنون از اینجا ازشون دوباره. ولی بقیهشون رو خریدم و فکر میکنم چون که من بالاخره خودم یادم بود چقدر سفارش دادم، این حجم از چیزی که برای من از ایران اومده غیر عادیه. من فکر میکنم که اونایی که با هم حساب کردن به جاش مثلا چیزای اضافه تری تو چیز گذاشت. حالا معلوم میشه الان میخوایم با هم آنباکسینگ کنیم، بپوشم و بهتون نشون بدم ببینیم که چجوری هم دیگه. خیلی هیجان دارم، خیلی. از همکار عزیزم خواهش میکنم که اینا رو همجوری به من از اون بر بده، چون اینجا الان پر لایت و دوربین و اینای من نمیتونم برم اون بر، گیر افتادم. سعی کردم همینجوری از رو کاغذاشون که مثلا اسم برندشون رو نوشته اینا رو هر برند رو با هم بذارم که اینا قاطی پاتی نشه. این مال اینا، مال این کلاهن، اینا همه یه چیز بود. وای از کجا شروع کنم؟ خیلی ذوق دارم، خیلی، شاید باورتون نشه. این دوتا مال یه جا بود، یه دونه شلوار بود که این شکلیه، حالا الان میپوشم میبینی. یه دونم نیمتنه حالت کورستوریه که این پوشیدنش داستان، اینو باید علی کمک کنه. حالا من الان میرم اینو میپوشم خدمتتون برمیگردم. فعلا شلواره که موفقیت آمیز بوده. تاپم حتما هست، حالا میام جلو بهتون نشون میدم، خیلی خوشگله. این شلواره میدونی برای چه کسانی خوبه؟ برای کسایی که هیپ دیپ دارن دوست ندارن، به خاطر اینکه کمرش حسابی تنگه، بعد اینجاش خودش همچیه اینطوری کرده. من انقدرم قلمبه نیستم، هستم ما، ولی خب اینقدر نه. فشن شو اجرا میکنیم. شروع خیلی خوبی داشتیم، من راضیم واقعا. بعد جنس شلوارم همچین سنگین و درست حسابیه، قدش هم حسابی خوب در اومد، به خاطر اینکه ما سر این قد خیلی هی چیز داشتیم، چون من میگفتم که کوتاه‌ترش کنین، اونا میگفتن که نه، این به خاطر اینکه از خود کمر شروع میشه اون عددی که تو داری حساب میکنی مثلا درست نیست. گفتم نکنه خیلی بلند شه، ولی اون وسطشو گرفتیم و واقعا هم خوب عذاب در اومد. دختر وای. آیتم بعدی این تاپه، البته این دوتا مال دوتا جای مختلفه، ولی دیگه گفتم مالی که شلوار پامه اینو بپوشم باهاش. من اول که اینو دیدم فکر کردم بزرگه تاپه، به نظرم نمیدونم چرا بزرگه، بعد این مهندسی جالبی داره، اینجاها توش کشه، بعد مثلا یعنی یه جوری درست میکنن که به همه بیاد لباسا. خیلی برام جالبه چون یه دونه پیرن زردم هست، حالا اونو حس میکنم که ممکنه برام بزرگ باشه ولی شایدم نه، ولی خیلی چیزا رو میبینی اصلا سایز نداره، ولی اینم خوشگله. من کجا بپوشم اینا رو؟ اینا برای تمام مراسم و مجالسی که ما اینجا میریم زیادیه، یعنی هیچ جا من الان به ذهنم نمیرسه که اینو بپوشم. خدایی. مورد بعدی، باز گفتم تا این شلوار پامه، از این چیز من همین یک کت رو گرفتم فقط بکنم. آره. این کت ابریشمه. چه خوشگله. نه؟ خیلی خوشگله. خیلی باحال. اصلا این سبکی هیچ وقت نداشتی؟ نداشتم. ولی اینو باید ببینم با چی باید بپوشی.
برم تو پیجاشون باید ببینم اینا رو چجوری ست کردن. کاش اینجاش یه ذره صافتر بود و یه ذره شاید کوتاه‌تر اگه بود، ولی خب مدلشه دیگه، خوشگله. اینم از نزدیک ببینین. مورد بعدی یکی از این پیرنای فری سایزه که خدای این، چون اینم مثلا با یکی دوتا چیز دیگه بیرون بود، دیدمش گفتم آخ آخ این بزرگه. بعدم ببخشید کفشامو یه چیز راحت پوشیدم که میخوام درارم بپوشم دیگه، به مثلا با همه چی بیاد. این به نظرم خوبه، یعنی از اون چیزی که فکر کردم گفتم وای من اینو بپوشم اینو موکب مستطیل میشم، ولی بامزه است. یعنی حالا مثلا با کفش خوب بپوشی و مثلا کیف و کمربند، این کمر نه این مدلشه. خب یکم مثلا آزاده دیگه، نمیدونم، ولی مدلشه. و اینو بعدم باید احتمالا یه ذره باش دوست بشم، ولی خوبه، خدایی اونقدر بد نیست که مثلا انگار برام بزرگه. این ست اولین چیزی بود که اصلا کلن چشمم گرفته بود. این قسمتش رو در نظر نگیرینا، این تاپو باید برای سوتیانگ فکر دیگه ای بکنی، نمیتونی زیرش چیزی بپوشی. فکر کنین این نیست، اینم نیست و به این شکله. این پارچهش میبینین چجوریه، یکم جوری مثلا از اینا داره، تکسچر داره. با همین تکسچر یه دونم شلوار گرفتم ازشون که الان میپوشم، که میتونی مثلا این تاپو با این شلواره بپوشی، و یه دونم جلیقه است که دوباره با همین تکسچر. این چهار تا آیتم رو میتونی با هم مثلا عوض بدلی بپوشی، همشون به هم میان. حالا من این نکته ای رو اینجا باید بگم، این 120 میلیونی که توی تایتل من نوشتم پولیه که من دادم برای اینا، ولی قطعا اگر بشینم حساب کنم گیفتایی رو که اضافه گذاشتن و اینا، بیشتر میشه. خوب اینم اون یکی چیزه که گفتم. ببین اینم با این دامنه خوب میشه، با این جلیقه. اینم خیلی خوشگل، اینم پشتشه. بعد حالا با شلوارش. خب این من فکر میکنم که گفته بودم میخوام شلوارش راسته باشه. من اصلا شلوار خمره‌ای به هم نمیاد، همچنین که مشاهده میکنی دوست. باد شدم، وای با این جلیقه. ببین سایز کمر و ایناش خدایی خیلی خوبه، میبینی؟ خیلی کم پیش میاد من شلوارش کمر، یعنی هم اینجاش به هم اندازه باشه هم کمرش، واقعا جزو چی میگم موارد نادره. ولی من باید برم چتامو چک کنم. من فکر کنم که چون گفتم مثلا شما با این چه شلواری پیشنهاد میدین، گفتن که این شلوار رو، من گفتم نه من خمره بهم نمیاد، میشه لطفاً شلوار رو راسته بذارین؟ گفتن که بله، ولی این شلوار راسته نیست یا راسته تر از اون چیزیه که داشتن. شاید اون چیزی که داشتن حتی از اینم خمره‌ای تر بود. حالا تا این شلوار پامه میتونم این یکی جلیقه که مال یه جای دیگه هستم بپوشم باهاش. اما برم این شلوار رو عوض کنم. با این شلوار من هیچ چیزی رو نمیتونم جدی بگیرم. ببین چقدر باحاله، قشنگ سنگینه به خاطر این سکه ها. اینم خرید موفقیت آمیزی بود، این جلیقه سکه. اون یکی جلیقه قبلی خرید موفقیت آمیزی بود، یعنی واقعا خدایی تا الان همه چی خوب بوده به جز این شلواره. چقدر جلیقه دارم. او چه با مزه است این. وای ببین، مثل حالت آینه است. من اینو نمیخواستم بگیرم، آخرین چیز بود، خودشون بهم پیشنهاد دادن، گفتن که تو مثلا این چیزایی که بر طبق این چیزایی که سفارش دادی، ما فکر میکنیم که از این جلیقه خوشت بیاد. بعد تو عکس مثل آینه است دیگه، یعنی آینه است توی این سوراخاش. گفتم این به نظرم خیلی سنگین میاد، خدایی در دیزی بازه، حیای گربه کور. گفتم نه اونقدر واقعا اونقدر سنگین نیست،
مثلا گفتم برای آوردن ایناش ممکنه سخت شه، ولی اینم خوشگله. حالا فقط در یه موضوع دیگه ای که هست اینه که دقیقا این اون شلوارم و کرمش هم داره. اینم جلیقش بامزده است. شلواره دیگه همونه دیگه، این مدل کاتش. نمیدونم، شاید هم به نظر من میاد، احساس میکنم کرمش اونقدر مثل اون یکی بد نیست. نه؟ فکر نمیکنی؟ دفتش فکر میاد. علی تو پاره شده بودی الان پشت دوربین. نه آخه اون بعد میگی به من این خب این ولی اون مشکه یاد چیز افتاده، این پیریدارا و اینا. خب همون بود دیگه، ولی آره این انگار که نمیدونم به چه دلیلی، شاید به خاطر رنگشه یا چی، بهتره. این جلیقه هم که سر خودش اصلا بامزه است. اینو ژاپن بپوشی؟ چی؟ ژاپن باید بپوشی زیرش. ژاپن چیه؟ فکر کنم معلوم میشه. نه بابا هیچی معلوم نیه. شما چیزی میبینین الان؟ خب اون چیزی نیست آخه که بخوام ببینم. میگه چون من آشنایی دارم. تو قوه تخیلت خیلی قویه. اینم یه نیمتنه دیگه. اینم خیلی خوشگله، هم پارچش خیلی خوشگله. میبینی؟ اوی اینا رو مثل شیرنی خامه‌ای زده بیرون. هم پارچش خیلی خوشگله، هم اندازه است. اینجور چیزا معمولا اندازه میشه دیگه، چون میتونی از پشت تنظیمش کنی. مثلا با یه شلوار راسته روشن باحال میشه، بلند. اینم یه نینتنه دیگه است که بالاش و اینا اندازه است، یعنی اندازه که از پشت بکشی یه ذره کاش مثلا کوچیک‌تر، ولی اینجاش اینجوری وای میسه تا آخرم. این دیگه یعنی تنگ‌ترین حالتشه، ولی جلوش خورده بعد وای میسته. شاید مثلا اگه با یه مثلا نه دیگه، هر شلواری باش بپوشی بالاخره کمرش تنگه، مثلا کتی چیزی روش بپوشی، یا میتونم بدم مثلا تنگش کنن. آقا من واقعا دیگه تحمل اون شلوارا از چی میگن؟ از چیزم خارج بود. گفتم بذار یه چیز بپوشم که قیافه این تاپا هم حداقل درست به سلیقه من معلوم شه. اینم یک کتاب دیگه است. ببین اینم چه خوشگله. نه قیافه علی رو ببینید اون پشت. با این حال کرده. آره این خیلی خوشگله، اصلا خیلی چشمگیره. آره بعد اینجاهاش هم براق قشنگ، خیلی خوبه. یه چیزی، یک فقط یک مسئله رو که یه ذره من باش مشکل دارم، این کاپایی که توی لباسا میذارن، حس میکنم مثلا برای بوبزای آدم تصمیم میگیرن که اینجوری باید وایسه. مثلا دوست ندارم میذاره تیزن اینا، بعد این خط گردشونم از تو دوربین احتمالا نه، ولی مثلا توی آینه من دارم نگاه میکنم خطش کاملا مشخص از زیر لباس. شاید بشه اینو چقدرم کلوفته، قشنگ انقدی قطر داره. اینم پشتشه. اینم یه تاپ دیگه است. اینم به دلیل اینکه پشتش بندیه 3 ساعت طول میکشه، برای همین نمیبندمش، ولی مشخصه دیگه چون خیلی چی میگنم چین استراکچر داره توی تن، کاملا مشخصه که چه شکلیه. اینم خیلی خوشگله. این چیه؟ اینم من سفارش دادم یا اینم گیفته؟ نه من اینو سفارش نداده بودم، ولی چه خوب. چون قشنگ به همین شلواره که اصلا پامم هست میاد. very very nice. چه خوشگله. دستشون درد نکنه. این یکی سورپرایز بود. اینو من سفارش داده بودم که اصلا همون چیزیه که استوریش هم کرد. یعنی اینو اول از پیجشون دیدم، بعد استوری کردم، بعد همین هم سفارش دادم. اصلا برای بهار و تابستون. این چه خوشگله. مثلا با جین حتی خوب میشه، یا با تیپ مسافرت دوباره. آره بعد بریم مسافرت. هم با تیپ اسپورت میاد، هم با تیپ غیر اسپورت. تا این تاپ تنمه اینم بپوشم. اینم جزو اون چیز قبلی ها بود. اصلا جا جینه. آره اینی چه باله. اینم جلیقه است. اینم مثلا حالا با یه چیزی زیرش شاید نیمتنه خوب بشه، یا شومیزی نمیدونم. حالا
بعدن من باید اینا رو استایل کنم عزیزان، بهتون بگم، ولی اینم کیوته. خب خوبه، خدایی از حد تصورم بهتر واقع شد چیزا، به خاطر اینکه همینجا شما یه چیزی رو میخری، یه چیزی رو که چرت کنم 10 تا چیز میخری 9 تاشو پس میدی 1شو نگه میداری، ولی اینا که از اون سر دنیا اومده و فلان، اینم من سفارش نداده بودم. ای وای چقدر گیفت، او وای چقدر کیوته، باریکلا واقعا خیلی، دستتون درد نکنه، وای چقدر بامزه، وای قشنگ رنگ منه این. بذار ببینم اون یکیش هم چیه، که اگه هنوز شلوار رو میخواد من شلوار رو در نیارم یه دقیقه. آره اینم خودم، یعنی من اینو فقط سفارش دادم با اون کد زرده رو، اینو با این پیرنه اشانتیون بوده در واقع. زمستون با این کت ها که الانم خیلی موده، بعد ببین دکمه ها چقدر بامزه است، هر کدوم یه ساز میزنه، می‌بینی؟ خب حالا قبل از اینکه این پیرنه رو بپوشم تا حالا شلوار پامه اینم بهتون نشون میدم، یه دونه پیج بود دیدم خیلی کلاهای باحالی داره و مثلا دستمال گردن و این کلاها خیلی مثلا نقشای مختلفی داشت، ولی فقط همین یه دونه موجود بود. منم که چون خیلی به کلاه علاقه خاصی دارم، می‌بینی چقدر کیوته این کلاه، اسمش اصفهانه. مثلا همچین چیزی شما اینجا نمیتونی پیدا کنی. بعد از اینا، از این دستمالا، چون من کلاهای سادم و دورش از این دستمالا حالا نسبت به لباسم و اینا میبندم، از اینا فکر کنم فقط 2 تا سفارش داده بودم، ولی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا فرستادن. یعنی واقعا من نمیدونم چی بگم، تازه پول هم اونا رو به ضرب و زور و کتککاری گرفتن. این چقدر خوشگله. یکی دیگهش اینه. خدایی مثلا اگه به خودم بود همه ی... وای این چقدر خوشگله. همه اینا رو دلم میخواست خودم بخرم، ولی حساب جا رو کردم. ببین تو هم میتونی اینا رو بذاری تو کتت. آره اگه یه وقت خیلی قشنگه. آره آفرین. مثلا هر کدوم یه دونه بگ داره، مثلا چرت و پرت نیست. او این مثلا اون فرشای چیزه، چقدر خوشگله، خوشگله خدا. یه سری نشون بدم، وای خدایا نصف چیزا مونده، حوصله‌تون سر که نمیره. من همش به فکر اینم که شما یه وقت این از همون کالکشن کلاه هست، یعنی تو میتونی کلاهو بذاری. خب گوش کن، کلاه رو میذاری، یه کیف هم میگیری دستت، اینو میپیچی دور دسته کیفه، جوری بعد میگیری دستت تو، فرض کن. یا مثلا من داریم مافیا کجا بریم با این تیپ چه؟ علی ما باید موف کنیم موناکو، ما باید دیگه موف کنیم موناکو، ما نمیشه اینطوری دیگه، دوروبریای ما با این تیپ من نمیتونن واقعا کیپ آپ کنن. شما اینو ببین، اینو فکر کنم میدونم با چی میتونم ستش کنم، حالا باید چیزها رو باز کنم. خب بذار اینا رو یه ذره جمع کنیم. جمع شد. اینم از این پیرنه، اینم به دلیل زیق وقت من نمیبندم این بنداشو، چون بندا رو بستن خدای هر کدوم 10 دقیقه کار داره، ولی این حالا بالاشو که میشه تنظیم کنی، یعنی میکشم اندازه خودم میشه، ولی این قسمت زیپش یه ذره گشاده، یعنی مثلا قسمت کمر، چون دیگه زیپو که بیشتر نمیشه تنگش کرد، بعد اینو بدم درستش کنن. این پیجو من فقط این جلیقه رو میخواستم بهشون سفارش بدم، ولی خودشون گفتن که کل ستو ما، یعنی بعدن گفتن اصلا موقعی که دیگه میخواستم مثلا آدرس بگیرن و اینا، گفتن ما کل ستو برات آماده کردیم که دستشون درد نکنه. این شلواره خیلی خوشتک، خیلی جنس خوبی داره، فقط من 1 کیلو چاقترشم دیگه نمیره تنم، میبینی اینجاش، البته مثلا کمریناش خوبه، ولی اینجاش نیم کیلو هم جا ندارم. جلیقه ها رو باید یه چیزی زیرش بپوشم، میبینی؟
یه ذره اینجاهاش گشاده. میتونم بدم، نمیدونم چی کارش میشه کرد. یه ذره جلیقه گشاده، ولی شاید مثلا اگه زیرش چیز کلوفت بپوشم، چون اصلا زمستونیه اینا. اینم کتشه. با کت بپوشی که اصلا خوبه. می‌بینی؟ با این بد برم مافیا من. علی، فهمیدی؟ خود آل کاپو. اون دوشت هم می‌تونی بندازی. آن دوش. بس میگه. بعد ببین چه جالب، مثلا وقتی میخری کارت میذارن، ازت تشکر میکنن که محصولات ما رو خریدین فلان. اصلا از این خبر رو بود مثلا 7-8-10 سال پیش، نمیدونم شاید هم بود، من که ندیده بودم. اینم جزو چیزایی بود که خیلی منتظرش بودم که برسه. نور خوبه که بتونین ببینین. این تاپه جیره، بعد این بالاش اینطوری ایناش چرمه و این دور حلقه آستینش. بعد این شلوارم پایینش اینطوری توره و ایناش دوباره چرم و مخمله. خیلی چیز خوشگلیه. ولی اینم از این کاش جیب داشت. من همش عادت دارم دستم بکنم تو جیب شلوار، حالا شایدم بهتری که این کارو نکنم دیگه. ولی این به این شکل، خیلی خوشگل، خیلی خوش ترکیب و خیلی خوش جنس. اینم باز یه شلوار دیگه است از همین برند. او این عوضش اگه اون یکی جیب نداشت، یکی جیبش تو سر دانو. هرچی دستمو کردم توی رفت پایین. این دیتیل پشت شلوار است و من این شلوار رو با این کت با هم سفارش دادم که با هم ست بشن اینا. وای کتو ببین علی، خیلی صدا میرسه به مایکروفون. آره میرسه فکر کنم. خیلی شیکه. این برای زمستون چون قشنگ جنسش گرمه. بذار اول زیرش رو چیز کنم. چند تا تیشرت گرفتم ازشون که حالا غیر از این که این کدومه؟ وایسا. چند تا تیشرت گرفتم، چند تا زنونه گرفتم، چند تا مردونه برای علی. این فکر میکنم آره این مردونشه خوشگله. عزیزم ببین این درد نکنه، چقدر خوشگله. این نشان هخامنشیه. آره پشتش هم علی فومنی چیزامونو زدن. خیلی خوشگله. حالا اینا رو بعدم باید بپوشی. میتونی امروز بپوشی علی. ما در واقع الان باید جای می بودیم همین الان، منتها من فکر نمی‌کردم اینقدر طول بکشه. این یه تیشرت دیگه است. نمیتونم تشخیص بدم این سایزش الان سایز من یا سایز تو. این مال تو، این تاج فرد. آره میدونم، ولی چون من اینو زنونه‌شو می‌خواستم، ولی نمیدونم احساس می‌کنم بزرگه. حالا بذار اون یکی باشه. آره دیگه چون اس ام نوشته، این مال منه. اینم برای توئه. چقدر خوبه این. هخامنشی. اینو به منم می‌تونی بدی بعضی وقتا بپوشم علی با این شلوار. خوش. می‌دی؟ تو شلوار بعضی موقع به من بده. ادامه داره تیشرت ها. اینم برای توه. نه بابا چقدر باحاله این، خیلی باحاله، چه خوشگله. همش همه رو میشینن با دست اینا رو گلدوزی میکنن. نقاشی نیست، گلدوزیه. از الهام گرفته. آره آره. چطور همش مال توه پس؟ من چرا موقع سفارش دادن حواسم. اینم باز مال علیه. این جلوشه، اینم پشتشه. خب پس اگه من فقط همین یه دونه تیشرتو دارم، بذار پس همینو بپوشم دیگه، چون میخواستم زیر کته یه چیزی بپوشم. امیدوارم بزرگ نباشه این. حتی تیشرت اوورسایز خیلی بهتر از تیشرتیه که خیلی تنگ باشه ها زیادی، ولی آره نه اندازه است. بره تو فقط مردا کمربندشون هم اینجور رو هواه اینطوری میشه. دیگه از که دستشون رو میگونم. نه نه نه، موقعی که میخواد شلوار بپوشن بلیزشون رو بدن تو. ولی خدایی با اینکه یه تیشرته، ولی از 100 متری داد میزنه که تیشرت چند میلیونیه. نمیدونم، یعنی قشنگ به قول یکی میگفت سکه داره.
بعضی چیزها رو هر چقدر پول بالاشون میدی معلوم نمیشه، ولی این معلومه. خب این حالا شما این تیشرت رو در نظر نگیرین ها. نمیدونم چرا تو ذهنم بود یه چیز ساده هم سفارش دادم که با این تیشرت با این بپوشم زیرش، ولی حالا فرض کن که یه چیز دیگه است. چه گرمه، خوشگله. حالا به اینا میگم فوتر فکر کنم، مثل حالت مثل پشمی طوریه. اینم گیفت بود، اینم من سفارش نداده بودم. این کیف که میتونم هم با همین ست دستم بگیرم هم برای مسافرت و اینا. روی اینم چیز اینیشالزم گذاشتن. اونی چه خوشگله کیفه؟ من مطمئنم مثلا هر کدوم از این لباسا رو اینجا بپوشم برم تو خیابون 1000 نفر ازم میپرسن از کجا خریدی. مطمئنم. یه دونه تاپ دیگه هم از این برند هست، اینم بپوشم. اینم اندازمه، نمیخواد اصلا ببندمش به خاطر اینکه تاپ بندی که به هم نرسه از پشت معلومه که دیگه اینو میتونی خودت سایزش رو تنظیم کنی دیگه، کاملا خوب میشه. آره این دوتا هم به هم میان، بسیار خوشگل. با همین کیف عزیزم، شما هم که اون تیشرتتو میپوشی میریم بیرون. وای علی، همه به ما نگاه. باورت میشه من یه بار دیگه بعد اون شلوار مشکیه رو بپوشم؟ از یه برند دیگه 3 تا چیز داریم، فکر میکنم یکیش که پیرنه، 2 تا چیز دیگه شو بعد با شلوار مشکی بپوشم. این یک عدد جلیقه است. اینو موقع که میخواستم بگیرم 2 تا آپشن داشت، گفتن که میخوای همینطوری تورش طوری میبینی قشنگ سفته، اینطوری وای میسته، اینطوری باشه یا نرم باشه بخوابه رو تن. گفتم این شکلی. گفتم حالا که دیگه دارم ایچ رو نمیشین اون برعکسه، یعنی اون میره ها اون میره زیرش. اوکی. ببین چه با این شلوارم اومد. این جلوشه یا برعکس؟ آره این جلوشه. خیلی این ولی نمیبینی اینجوری وای میسه؟ خب باید اوتوشه. آره اینو در نظر نگیرین دوستایی من، باید اوتوشه. وقتی اوتو شد صاف وای میسه و بسیار دیگه. اونو حتما باید بهشون ایمیل بدیم بپرسیم. هی رو میبینم، بقیه چیزا رو دیگه نمیدونم، ولی ببین این مثلا با این شلواره کاملا خوب میشه. اسم میکنم دارم این تابلو میپوشم. ببین جلوش پشتش ایناش چرمه، با اینا اون دیگه بقیه پارچهش نمیدونم چه جنسی، ولی هرچی هست معلومه که جنسش خوبه. چه جالب که 2 تا برند مختلف انگار مثلا بالا و پایینشون به هم میاد. این میدونی با چی هم خوب میشه؟ یه بوت تخت بلند مشکی بر زمستون. خیلی باشه. آره اینم باحاله. شما یکی دو تو کنسرت هم میری و او راست میگی، کنسرت سیروان در راهه که قطعا میتونم از اینو ازش انتخاب کنم برای پوشیدن. اون چیزه که اول تنم بود بولی شلوار تو خونه از همین برند بود، تمام چیزشون سیلکه. با این من سفارش داده بودم اینو، یه دونه تاپه. اینا رو در نظر نگیرین دیگه، باید سوتیانه بی بند زیرش بپوشی. اینم بدی تو اوتو کنی با کفش پاشنه بلند، حالا میتونی روش مثلا یه کتی چیزی بپوشی مثلا به این شکل. اینم شلوارش سبز زیتونی تیره است با این تاپه. اینم این یکی سته. این تاپم این گلاش هم رنگ شلوار است. اینم از این. آقا تمام، باورتون میشه تمام؟ چقدر زیاد بود. وای
دیگه همین دیگه، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. واقعا اینجا جا داره که من بگم واقعا از ته دل افتخار میکنم به دیزاینرهای ایرانی که تو ایران واقعا دارن این لباسای با کیفیت رو تولید میکنن. یعنی از رو عکس و مثلا دیزایناشون که اینقدر قشنگه و اینا، خب آدم بالاخره یه حسی میگیره، ولی اینی که بیاد و واقعا از نزدیکم خیلی خوب باشه به نظر من خیلی ارزش داره که تو اون همه محدودیت و وضعیت افتضاح دارن این چیزها رو تولید میکنن و واقعا دمشون گرم. من که خیلی خوشحالم و این لباسا حالا غیر از اینکه فقط لباس باشن، برای من ارزششون خیلی بیشتر از فقط یه لباسه. یعنی هر دفعه که هر کدوم از اینا رو میپوشم حس میکنم که مثلا یه تیکه از یه هنر هنرمند رو پوشیدم. نمیدونم چجوری بگم، ولی خلاصه خیلی کیف کردم، خیلی انرژی خوبی داشت و امیدوارم که شما هم لذت برده باشین از این ویدیو. من میرم و شما رو توی ویدیو دیگه میبینم. بوس به کلتون، خدافظ.